Rabban Gamliel, فرزند ربی یهوشع هناشی می گفت خوب است آموزش تورا با درخ ارس یعنی هم ادب و تربیت هم کسب و کار که زحمت دوتای آنها آدم را از گناه کردن باز می دارد می فرماد تورا خیلی خوبه آدم با خواندن تورا دانشمند میشه و میفهمه چی خوبه و چی بده چی بکنه و چی نکنه اما بحث اخلاقش و رفتارش با مردم طوری باشه که مردم را به خودش جلب کنه من این را بارها گفتم یکی از علل این که مبلغین بهایی توانستن متاسفانه عده زیادی از اشغال ایران را بهایی کنند این بوده که بهایی ها اخلاق نشان می دادن اخلاق خیلی خوب به احترام خودشون محبت می کردن می گفتن در دین ما برادریه در دین ما انسانیته در دین ما بین مرد و زن فرقی نیست در دین ما چیزی نیست که حرام باشه هرچی خوردی خوردی نخوردی نخوردی هر کاری کردی کردی اشکال نداره خب ما خودمان برای خوراک خیلی قید و بند داریم قید و بند زیاد داریم بخواهیم گوشت بخوریم از همه حیوانی میشه خورد که فقط گاو، گوسفند، بز، مرغ، کبوتر اینا میشه خورد اونم نه این کمجوری بکشیم بخوریم یادم میاد در ایران توی بازار یک مرغ میدادن قصاب که بکشه بالهاش بزرد گیری پاش بالهاشا تر میگرفت میکند ترش میدخوانی این بدبخت مرغه چند باید جان میده ولی ما نه شهیدهای ما اینطور نیست شهیدهای ما وقتی که شهد با اون کارد بسیار تیز و بسیار صاف شهید میکنه حیوان اصلا حس نمیکنه امتحان کردی یه وقتی انگشت آدم به چیغ بشه تیر میبره تا چند ثانیه شما احساس نمیکنی چند ثانیه شاید یه دقیقه بعدها خون که آمده زیاد شد اون وقت میشه سوزش شروع میشه اما اول نمیفهمی حیوان همینطور به همین جهت کارد باید کاملا تیز و کاملا صاف باشه وقتی که شهد با ناخونش روی کاد میکشه اینجوری یک کوچکترین گیر احساس کرد این پیغامه یعنی نقصه بعد باید تیز کنه که صاف صاف بشه در اروپا در بعضی کشورها مثلا در سوئیس شهیت های اسرائیل ها قدغن کرده میگن که به اینطور شهیت ها حیوان رنج میکشه با کارت ببرن پس چی میکنن؟ با گیوتین سره میزنه این خیلی بدتر از اونه بسیار حیوان رنج میکشه این از که سیادای سوئیس
بخوان گوش بخورن بس از فرانسه بیارن. در سوئیس کشتار اسرائیلی نیست، مجبورن از فرانسه گوش کاشیر بخرن بیارن سوئیس. اما نمیدنن که شهید های ما به حیوان اصلا اذیت نمیرسه تا که بمیره، تمام شده را اینکه شهیده باید بکنیم. بعد شهیده کردیم، بس ببینیم این حیوان چه بریده شده. بایستی دو تا هست، لوله هست، یکی مال نایه تنفس میکنه، یکی مریه خوراک میره پایی. بس هر دو بریده بشه، هر دو، یکی بریده شد یکی نشد، نبلاست و دور بیندازه. این دو تا شرط. بعد که شهید شد، کاشه بود، شهید شکم رو باز میکنه، دست میکنه تو شکم، شوشا رو میبینه بلا میچرخانه دور. اگر دید که شوشا کاملا آزاده، هیچ نوع چسبندگی به دنده ها ندارن، این میگن گلاد کاشیر. این گلاد کاشیر یعنی اینه که شش ها کاملا آزاده، هیچ نوع بدن چسبندگی. اما اگر دید این چسبیده به دنده ها، این دست میگیره یواش، خیلی آهسته، خیلی آرام کوشش میکنه که شش جدا کنه. اگر جدا شد بس ببینه آیا این چسبندگی یه زخم نبوده، سوراخ نبوده. میارن بیرون شوشا را، پف میکنن، میذارن توی آب، سطح پرد آب. اگر قلقل کرد یعنی سوراخ بوده، تلپاس. اگر نه قلقل نکرد، کاشره. گلد کاشر نیست اما کاشر هست. البته خود گلد کاشر خیلی بهتره تا که بخوب نبود کاشر میشه. خود کاشر یعنی این اعتاد اینه. بعدن هنوز کار داریم، بعد دخیا کنیم، پیاره بگیریم، رگاره بگیریم، کاملا تمیز بشه. کردیم، هنوز کار بریم، بعضی خونش رو بگیم. چون دو چیزه خوردنش حرام، حرامه یک پیه یک خونه. خون چطور بگیریم؟ اول گوشت رو میذاریم توی آب، دستی کم نیم ساعت توی آب باشه تا رگهاش خیس بشه، خونا خیس بشه. بعد میذاریم روی ظرفی که سوراخ سوراخه یا چوبهای پسر هم هست، زمری اونجا مکه زبر میپاشیم دور تا دورش، این طرف اون طرف. زبر نرم نمیشه، دستگیم یک ساعت توی نمک باشه، اون وقت خونش میاد بیرون. بعد از یک ساعت کمی بیشتر شد، شد او را میشوریم، وقت دیگه قابل استفاده میشه. خب و اگر در ظرف 36 ساعت، این 3 روز 72 ساعت گوشت را با آب نمک کاشه نکردیم، یعنی میشه کاشه کرد، مجبوریم فقط روی آتش کباب کنیم. نه کباب کوبیده، نه کباب بعد، کباب کنیم خوناش بره. حالا برای این که اگر 3 روز بگذره و هنده فروش نره، در این بین روش خیس میکنن، روش آب میپاشن که خیس بمانی نگه میزن. حالا خب حالا گوش نه پی داره و نه خون داره، بخواییم بپذیم و باز بشن. مسئله در اینجا هست، نمیشه
گوشت را با لبنیات پخت. رسترانای گویما میدنی که باباش خیلی خوشمزه، ترده. چرا؟ چون گوشت تی ماست میخوانن، مدتی هم خوشمزه میشه و هم ترد میشه، یه دندان خچخچ میکنه. این برای ما سوره نماز کاره بکنیم. یا این که الان گوشت خوردیم تا 6 ساعت حق نداریم لبنیات بخوریم، کره، ماست، شیر، پنیر، کچ بخوریم. اگر لبنیات خوردیم، شیر یا دوغ فقط 30 ساعت کافیه که صبر کنیم بعد گوشت بخوریم. اما اگر کره بود، پنیر بود، ماست سفت بود، کش بود، بعد 3 ساعت صبر کنیم. حالا ببینید برای گوشت خوردن در دین ما چه اشکالاتی هست، چه مراحلی هست. اما گویمه نه شایزه هست بود بود گوش از قسم میگیره می توی دیگ میاندازه همینطور. یاد میاد یک روز بچه بودن، خالی من بهایی بود، توی خانه کار میکرد، زمستان بود، کوچی داشتن، دیگه خوراکی یه کرسی چنگک داشت، داده بودم به سقف کرسی که این پخته بشه و گرم بمانه. یه بوی نهنجاری داشت. من بچگی چه بوی آدم من منزجر میکنه. از اون موقع تا به امروز یادم هست که گوشت گویمی بد بوه. این در ذهن من رفته، واقعا بدبو بود. ما رو خودمان که میپذیم آدم هضم میکنه، چقدر خوشمزه، چقدر خوشبوه، ولی اونا بدبو. همه آشغالی میخوره حیوان، من چی شد پی خده. اینه که بهایی ها میگه ببین شما بیچارا ها گوشت بخوری چقدر باید زحمت بکشی، چقدر باید دردسر بکشی. ما همونه میریم قصابی گوشت رو میاریم یا کباب میکنیم بپزیم. اگر اسرائیل بی سواد بود، اگر اسرائیل نفهمیده بود چی میخوانه چی هست، یه راست میگه ها ما چی مجبوریم این دینه داشته باشیم. یه حالا میرفت بهایی میشد. یا این که میدونید در دین بهایی اگر یک مرد با زن شوهردار همخواب شد و زنا کرد، در دین اسرائیل دو مورد داره. اگر دوره به تمیق داشت سندین داشتیم، هم مرد را هم زن را خفه می کردن، اعدام خفه. اما اگر شاهدی نبود برای موضوع ولی از قرائن معلوم بود که زن زنا کرده، به کار نمی کرد. هم امروز هم کار نمی کنه، فقط مرد طلاقش میده بدون اینکه بهش مریش بده. مثلا زنی 5 میلیون تومان کتو باشه، زنا کرده، بعد میره بدین ثابت میکنه که بله این زن زنا کرده، طلاقش میده بدون کتو. این با هم میگه چی؟ با اولا گفته چی؟ اشکال نداره ای ملن خوشن. سو میکنند ها؟ بله، این زمانه تو امریکا زنها مردا میگنده. آره بچی؟ بله کارشو پیجایی کشیده که اینجا امریکاست، زنها میرن میشینن قبار میدنن، بعد بختا مردا به جون کندن. آقای میرزا
خود ما هفته قبل امریکا را دیدیم هفته قبل دیدیم امریکا چجوریه دیدی امریکا چجوریه ترامپ متمدنن دیدید این امریکا در ایران که بودیم میشنیدیم یه بچه 10-12 ساله میخواد او رفت امریکا پدر مادرش میگفتیم آقا خانم بچه 10-12 ساله چیکار میکنید؟ برم چیکار کنم اونجا؟ میگفت میخوام بری آدم بشی ایران حیوان میشه امریکا اوه آدم میشه و تمام اونا که آمده امریکا چی بود؟ آواز دهل شنیده بودن اما آواز دهل از دور خوشه هفته گذشته ما دیدیم تمدن یعنی چه در امریکا در کشوری که هم جنس بازی آزاد باشه با افتخار باشه دیگه حالش معلوم اما به حالا میگوید اگر مردی با زنی شوهردار زنا کرد بیدش کاری داشته باید کیف بکنه خوبه آدم باید کیف بکنه خوش بگذرانه فقط 9 مثقال طلا بده بره پی کاره اگه بار دیگه این کار کرد 18 مثقال بده دو برابر حالا همینجوری واقعا برای پولدارا خوب دینی کیف میکنن بدون اینکه مانع خانوم خواهد چی من نمیده ببخشیم به کی پولو بدم؟ به شوهرش بدم؟ نه به بیت العدل به بیت العدل ده بله شوهرش بده یا اون که زنا کرده بده چی؟ پولو طلا رو آره شوهر زنا بده یا اون که باش اون مرد کرده بده مرد زنا کرده بده اون مرده بده اینکه زنا اون بده یعنی این فحش بازی دیگه فحش بازی همینطور در دین ما در دین اسرائیل ازدواج کار ساده ای نیست بایستی دختر رو بپسنده ببینن چیه با عفت هست با عزت هست نامزدی کنن عروسی کنن خیلی شرایط داره زندگی میکنه چندی سال تا آخر عمر طلاق گرفتن در میان ما خیلی کم بوده ایران که بودم هرگز نفهمیدن طلاق چی طلاق بده کسی را اینجاش آرای رای جرای شده یالا زن میره تقاید طلاق زن تقاید طلاق میکنه زن بله پول هم میگیره دره هم میگیره داگرن زود یالا تحصیل میکنه دردگوی ما سیغه بازی هست سیغه بازی چیه؟ در مکان مقدسه معصومه قوم شبزالعظیم تهران مالش چیه؟ از میشه شهر شنا از میشه شاچراغ خیلی خیلی مهم امام رضا وای یک اینقدر طلا ریختی تو اونجا طلا اونجا صیغه خانه هست زنای هستن صیغه میشن آخون میاد و یه جمله عربی میگوش شد سیغه حالا یه هفته دو روز سه روز یه ساعت یعنی دین اسلام فحش بازی را شرعی کرده این فحش بازی دیگه شرعی کرده در دین ما این حرفا نیست الان راستگاه دارم ها؟ راستگاه اونایی که میرن بازی میکنن ای همه چیز هست اونجا بله اونا که ملن بازی کنن نرن بازی بیکارا رو میتونن سابق بت کده بوده خانه های بت پرستان بوده بت
در هر بتخانه ای در هر بتخانه ای قدیما صیغه خانه بوده. کسی که می آمده برای بت پرستی قربانی می آورده برای بت، برای کشیش ها هدیه می آورده، بهش انعام می داد. انعام چی بود؟ فاحشه ها، یعنی فاحشه بازی رسم بت پرستی بوده. اشخاص که می رفتن بت پرستی به بت عقیده نداشتن، برای چی می رفتن؟ برای دناکار. ما در دین ما نیست. بنابراین دین ما سخته، واقعا سخته. اما خب هر چیز خوب آسان به دست نمیاد، سخت به دست میاد. شما الان بخواهید ده خواهیزون بخرید، فراوان، ارزان، بخرید، هر بخرید، پنج دیرات الماس بخرید، چقدر باید پول بدید، چقدر باید بگردید. دین گوی ما ارزانه، خیلی ارزانه، هیزومه. دین ما الماسه، جواهراته. خوشبختی ما در این دینه. البته زحمت داره، دین ما بی زحمت نیست. ما صبح زود خواب را بر خود حرام کنیم، بیم کنیسا. تابستان گرما، زمستان سرما. حالا اینجا برخشم زمستانه سخت نیست. ایران که بودیم در شهرهای مثل همدان، مشهد، سنندج، تبریز و غیره زمستانهاش پوست میکرد از دن، واقعا پوست میکرد. چقدر جرسه بود همه دامسته؟ سی در جرسه امسانه میرفتن کنیسا با اون سرما. این دین ما خیلی سخت، خوراک خوردن ما سخته، تبلیغ خواندن ما سخت، همه چیز سختی داره، ولی ارزش داره، ارزش داره. مثال آوردن یه پسر دهاتی با یک پسر پادشاه. پسر دهاتی در کاخ پادشاه است، اونجا غلامی میکنه، نوکری میکنه، هر کاری کرد کرد، هر چی خورد خورد، هر چی کرد کاری باش نداره. بی پسر پادشاه نه، لباسش بعد روش لکه باشه، خیلی لکه داشته باشه، تنبیهش میکنه، بعد ادب تربیت خیلی باشه. ما پسر پادشاه هستیم، بنی ملخیم میسیریم، و هستیم ما اونطور رفتار کنیم. حالا میگوید اینجا الان گفتیم که آموزش تورا بس باید درخ ارث باشه، اخلاق خوب. اگر بهایی ها با اخلاق خوب بهایی کردن مردم را، ما بایستی با اخلاق خوب خود ما اصیل بکنیم. هلل عمر، هلل می فرمود خود را از جماعت جدا نکن، یعنی انسان بایستی هم در شادی جماعت شرکت کنه هم در غمشان. مثلا هرگاه گذره شده باشه و جماعت اعلان کنن فران روز تعنیت هم ببین کنیسا منها گذره بخونن، تعلیم بخونن برای رفع گذره، آدم نباید که به من چه، من کتاب ها کسی دارم، من نمیام، نمیخوام. نه، شرکت کن در کارهای جماعتی. یا جماعت دارن پول جمع میکنن برای میسوایی، باید همه شرکت کنن که بگه به من چه، من چه کار دارم با کسی. نه،
زخود جماعت خیلیه. وقتی که انسان با جماعت شریک بشه در هر موردی، در هر تفیلایی تفیلاش قبول میشه. ما میدانیم انسان میتوانه خودش تو خانه تفیلا بخانه. که انسانی ها که من خودم تو خانه میخانم که انسانی میرم، ولی نه، کنیسای جماعت، تفیلا جماعتی اثرش خیلی 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 زیاده. آدم یاد کنیسا خیلی میسوا میکنه، قدیش میگن امین میگه، برها میگن امین میگه، بارخو میگه، نقدشاخ میگن قدوشا میگه، امین ها میسوا صداقه جمع میکنن، صداقه میده، دراش میکنن، گوش میکنه، حلقه میگن، یاد میگیره. در خانه هیچ وقت این میسوها را انجام نمیده، نمیتوانه. حالا فرموده حخامی، اون کسی که اول همه میاد کنیسا مزدش برابر است با مزد همه اونا که بعدن میاد. این آدم باید همیشه سعی کنه نفر اول باشه. بعد میفرماد هیچ وقت به خود مغرور نباش که بگی من هیچ وقت یه آوا نمی کنم. نه، آدم تا دقیقه آخر عمر ممکن است اون بکنی. مسررا خیلی قویه، شیطان خیلی قویه، جلکو انگادول ها و انگادول 80 سال که انگادول بود، تقریبا عمرش به 120 نزدیک شد، اما آخر عمر صدوقی شد. صدوقی چیه؟ صدوقی ها یک طبقه از ایسیال ها بودن که تورای کتبی را قبول داشتن، اما تورای شفایی را قبول نداشتن. میگفتن تورای هرچی نوشته همونه، ما دیگه حامیم که گفتن میشنا گمارا میشنا را خود قبول نداشتن، نه صدقی بودن. که الان هم ریفورمی ها از اون سین خستن، ریفورمی ها قبول ندارن تراش به حال پیرا، هر کاری سخون سمیخان میکنه. شب شبات هوا تاریک تاریکه، راب براخه میگه شم روشن میکنه. شب شبات دل مردم تیفلای که میخوانن، تیفلاش یک دهمه، همه خلاصی 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 خلاصی. شب شبات توره بیرون میارن، سه نفر براخه میگن، سه نفر بقید هر کدام براش بخوانن سه پاسو، بس تمام شد ره. میگیم چرا آخه شب شبات بیرون میاری توره میخوانی؟ میگن چون فرض مردم میخوان برن کار نمیان کنیسا، پس امشب تر را گوش کنه. یادم میاد در تهران در یک کنیسایی شعره که میخوندن، سوره که میخوندن، این فر میگفت آقا قیدوش بگید ما میخواییم بریم، قیدوش بشنویم میخواییم بریم. کده میخواد بری؟ کار داری، ما زندگی داری، داونتان منتظر ماست، باید بری. به میرفتن. این خیلی جسارت میخواد که آدم تو کنیسا بگه میخواد جدی بریم، مشتاق قایی نیست بخانه.
اینه که صدوقی ها اینطوری بوده و خیلی ها الیشا آخر تصخیل درجه یک بود درجه یک اما آخر عمر برگشت و چیز شد در تهران تقریبا 130 سال قبل 30 سال قبل دو تا مولا بودن یکی شیرازی بود یکی تهرانی شیرازی به نام مولا آقا بابا اینها با هم رقابت داشتن سر شهیدا سر کتوبا سر دلشا و غیره شهیدا که این میکرد اون قبول نداشت شهیدا که اون میکرد این قبول نداشت تا یک روز مولا آقا بابا شهیدا کرد همه رفتن از این گوشت خریدن اونو خوراک پختن برای شبا اون مولای دیگه فردا داد در کنیسای تهران جار زدن جماعت شهیدای دیروز من آقا بابا ترفا بوده نبلا بوده نخوری مردم چه کار کردن؟ خوراکا را بردن ریختن تو خیابان تو محله تو کوچه مولا آقا بابا خبردار شد که چه کار کرده اینطور او را خجالت داده بلند شد امروز شب بار گرفت از زن بچهش را رفت خانه آقا همروز گویم شد مسلمان شد شد محمد رضا محمد رضا شد پیر بود آخر عمری بود ایمان درست نبود ایمان کامل نبود روز شبات رفت و گویم شد به خانوادهش بعدم کتابی نوشت بزد تورا برم رد الیهود که این کتاب را بعدن گویما چاپ کرده خط خودش هست خط عبری راشی قدیم این طرف خط عبری زبان فارسی این طرف خط فارزه من فارسی این من دیدم کتاب را پس این هیچ انسانی به خودش نباید مطمئن باشه که من ایش وقت آبو نخواهم کرد تا تا آخر عمر و میگوید که در باره رفیقت قضاوتی به خود نکن اگر دیدی رفیقت همنوعت یک اشتباهی کرد را سرزنش نکن ببین اگر تو جای اون بودی چه کار میکردی اگر تو در اون وضع قرار داشت چه کار میکردی نباید که کسی را مذمت کرد که چرا اشتباه کردی خیلی خوب اشتباه کرده یواشکی باید صحبت کن بفهم آقا جون این تو اشتباه کردی این درستش اینه نمجر جماعت تنها هیچ وقت نباید کسی از جلوی جماعت سرزنش کنه و نگو این حرفی میزنم این گفتم به گوش مردم نخواهد رسید اما حرفی که آدم در بینی جمع زد خواه نخواه به گوش مردم خواهد رسید و چطور اونه یک کلام میکنن چهل کلام یک کلام چهل کلام به این میشه بگی مردم معروف است یه سلمانی بوده در فرانسه بوده این خیلی دروغگو بوده یه روز یک مشتریش گیره ماشینش بوده سلمانی میکرده میگه بهش خبر داری یک نهنگی در دریا پیدا شده یک کشتی بریده پس میگی بله خودم دیدم خودم بودم دیدم مشتری رفت
به این گفت، این به اون گفت، این به اون گفت. در شهر شایع شد که آره یک نهنگ در دریا هست که کشی میخوره، کشی درست میخوره. مردم جمع شدن برای ببینن چطوره این نهنگ. جمع شدن، سلمانیه دید مردم درم میرن، جمعیت زیاد درم میدفن. همه گفت آقا کجا میری؟ گفت آره یک نهنگی از دریا آمده بیرون کسی میخوره. تو راست میگید؟ من بیام ببینم. خودش درو گفته بود، درو پخش شده بود، خودشم باور کرد. حرفی که میزنن بالاخره پخش میشه با شاخ برگ بسیار. این که آدم باید که در موقع صحبت کردنش خیلی مواظب باشه که نبادا حرفی بزنید و خلاف تو را و خلاف شر یه رو بزرگ میکنند و پخش میکنند. بله بگو که فعلا وقت نداره، هر وقت پیدا کرده تو را میخونه. فعلا کار بکنم، کسبی را بکنم، پولی جمع بکنم تا وقت پیدا کنم بعد تو را بخونه. میفرماد اینطور نگو، شاید هرگز وقت پیدا نکنی. عمر انسان پایانش معلوم نیست. داوید ملک خدا و شالوم چقدر تفیلا خان گفت یه هشم به من بگو کی میمیرم، کدام سال، کدام روز. هشم فرمود نه، عمر باید پنهان بمانه، هیچ کس نباید بدانه که عمرش که به سر میرسه. خیلی فیلا خان، خیلی خیلی بلاخره که میگو خیلی خوب، نمیگم که که تاریخی، فقط میگم روز شبات، روز شبات تو از دنیا میری. داوید ملک از اون روز به بعد از صبح شبات تا عصی تو را میخوان، چون میدانست ملک ماوید جلو تو را نمیاد. هر شبات، هر شبات که نباید اون روز وقت شده باشه ملک ماوید بیاد. تا این که شد 70 ساله و روز که به عصی بمیره رسید، نشسته بود در تو را میخوان. ملک همه بگیره نشماشو ببره بید نمیشه، داره تورا میخانه، بلند بلند جلو نیامد. چه کنم چه کنم، من مأمورم، باید انجام بدم مأموریت امرار. رفت یه باغچه جلوی ساختمان، دویدم نشسته توی ایوان. چه موقع ماهد تابستانه، داره تورا میخانه، دیگه نفر داره دخته تکان میده، شو تون 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 شباته درخت تکان میده. داده او چیکار میکنی؟ شباته چه چیکار میکنی؟ ببینن چیکار میکنی؟ رفت پایین ببین که تر پلا افتاد، افتاد تر پلا، تمام شد، نه بیماری نه راحتی. این است که می‌فرماد چون ساعت درگذشت انسان معلوم نیست، پس آدم باید حس خیال کنه که امروز یا فردا، مدائم در فکر ترا باشه، فکر میسا باشه، اگر آونی داره تشوبا بکنه که بی تشوبا از دنیا نره. وقتی که انسان از دنیا میره، اونجا میره، یه بازخواست میکنن چه کار کردی، چه نکردی، چی خواندی، چه نخواندی، یا میگه آی آی من گرفتار بودم، وقت نداشتم تو را بخونه. سه نفر اشخاص را
داره دنیا خجالت میده. یوسف صدیق ابن نظار حرسون به هلل این سه نفر باعث میشن که آدم اونجا خجالت بکشه. یکی میگوید که من تورا میخوندم، قبول کردم، راستی جوان بودم، غرور جوانی داشتم، نتوانستم اگه سر را جلو گیری بکنم، قبول کردم. خب میگه ها ببینم یوسف صدیق جوان 18 ساله چطور توانست در مقابل ساتان مغلوب نشه و عبور نکنه؟ پس میشد تو هم نکنی، وقت اون انسان را محکوم میکنه. یکی میگوید من آنی بودم، نداشتم، بسی برم سر کار به یه لغمه اینا به دست بیارم، وقتی کدم تو را بخونم. میگه هلل که پریز گفتیم اونم آنی بود، میرفت از جنگل از صحرا چوب میشکست میاد میفروخت یک دینار، نصف بداد خرج خانه، نصف بداد به شماش به تمیدراش که بره تو. اون چه کار کرد؟ تو چرا نکردی؟ که میگه که آره من خیلی خیلی پول داشتم، کاروبارم زیاد بود، تجارتخانه داشتم، آفیس داشتم، چه داشتم، نمیرسیدم به کار تو را خواندن. که به لازم این حرسون خیلی ثروتمند بود، چقدر کشتی ها در دریا داشت، اینها گیج می آوردن، گیج می بردن، چند دهات داشت، با وجود این تمام روز تو را می خواهد، توی از این بارتری. پس میگه فرصت آدم باید داشته باشه که تو را بخوانی، نگه حالا وقت نداره. او میگفت این بور یرحت، آدمی که اصلا سواد نداره از خطا کردن میترسه، خطا میکنه بدون ترس. این امهار اساسی، آدمی که عامیه تو را نخوانده نمیتوانی حاسید باشه و صدیق باشه، یا اشتباه میکنه مرده آوان میکنه، نمیدانه چه چیز آوانه چه چیز میسواد، همه کاری میکنه. کسی خجالتیه درس یاد نمیگیره، چرا؟ نشسته رو معلم معلم درسی میده این نفهمید، روش نمیاد بگه که آقا نفهمیدم برای توضیح بدی، روش نمیاد، خجالت میکشه، به معلم نمیگه من نفهمیدم، اون برای توضیح نمیده، اینکه خوب یاد نمیگیره. و قبطان ملمه، معلمی که عصبانیه زود قهر میگیره، بچه ها تنبیه میکنه، این خوب معلمی نیست. ما بچه که بودیم در مدرسه بود معلمی که با کمترین اشتباه بچه فوری دستات بگیر یالا بزن 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 بزن، همیشه گفتیم این کی میمیره ها، راحت بشیم، این کی از بین میره، کی میره، چی کار میکنه. به درسای او اهمیت نمیدادیم، ازش میترسیدیم، ولی درسای برای ما فایده نداشت، چون که عصبانی بود قهر میگه. برعکس معلمی بود که با زبان خوش با مهربانی بچه ها را وادار میکرد که دستشان را بخوانند و میخواندند. و این به کسی که تمام وقتش را صرف کار کسب میکنه، فقط کار کسب کار کسب کار کسب، این
چیز یاد نخواهد گرفت. انسان بایستی در 24 ساعت لااقل یک ساعت دو ساعت را برای ترخانده معیم بکنه، یا در اینجا در شهر بنشینه و بخونه. به مقام شن ایش جایی که کسی نیست کاری انجام بده برای جماعت تو باش. کارهای هر جماعتی میگه به من چه؟ میگه به من چه؟ میگه به من چه؟ میگه نه، اگر تو دی کسی نیست کاری بکنه تو باش در خیر به کاری انجام بده. بل برای جماعت، برای جماعت کارها پیش میاد، اشارات پیش میاد. این بگه به من چه؟ به من چه فایده نداره؟ تو باش، تو در خیر باش. او دید یک جمجمه روی آب شناور بود، این سری بریده، سری بریده را دید رودخانه داشت می بود. انگشت به دندان گرفت، گفت ای کشته، ای سر، حتما تو کسی را کشته بودی که تو را کشتن، بی خود تو را نکشتن. آن کسی هم که تو را کشته دیر یا زود کشته خواهد شد. چی میگوید؟ ناصر خسرو میگوید عیسی برای دید یکی کشته فتاده، حیران شده بگرفت به دندان سر انگشت، گفت تا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. دنیا داره مکافاتی، هر کاری که انسان بکنه عین اون سرش میاد. خوبی بکنه بهش خوبی میکنه، بدی بکنه بدی میبینه. این مقیاسه. نگه که خب من کاری میکنم چی کار میکنی چطور میشه؟ نه، بودن در این انقلاب خیلی را اعدام کردن. وقتی که در اینا تحقیق بکنیم میبینیم هر کدوم از اینها ظلم هایی کردن به نسبت به دیگران، یا بعضی کشته بشن و شدن. هیچ وقت سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. امیدواریم که هشم بر من فرصت بیاره، فرصت بیاره جلو که بسواریم تورا بخونیم، میسا بکنیم، که خیر انجام بدیم، بدی نکنیم، تا اینکه 120 سالگی با سرافرازی به خانه اصلی ما اینجا خوشحال باشیم. آمین یا رسول. بارو خدمه ایلو. آمین و آمین.